به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خیلی هم ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. خب انگار قرار خبرهای خاصی از مسکو بهمون برسه. عرض شد که هیئت نظامی ایران به سرپرستی فرمانده نیروی زمینی برای گفتگو در مورد همکاری وارد مسکو شد. در همین راستا اعلام شده که قراردادهای نظامی با روسیه سیر طبیعیشون رو طی می‌کنند. سخنگوی وزارت دفاع در گفتگوی پیرامون قراردادهای نظامی ایران با روسیه بیان کرد که ما هیچ قراردادی با روسیه نداشتیم که لغو یا مختل شده باشد و هر آنچه از قبل در جریان بوده همچنان ادامه دارد. برخی از این قراردادها به مرحله اجرا رسیده و برخی در فرایند انعقاد یا پیگیری است که انشالله در زمان‌های مقتضی اطلاعات لازم و مناسب اعلام خواهد شد. ولی اینکه قراردادی وجود داشته باشد که به هم خورده باشد چنین چیزی مطرح نیست. به ثمر رسیدن قراردادها فرایند طولانی دارد. برخی از این قراردادها به مرحله اجرایی رسیده است. خرید و فروش سامانه یا تجهیزات فقط محدود به تحویل آن سلاح، سامانه یا جنگنده نیست، بلکه شامل فرایندهای آموزشی، انطباق فناوری و ایجاد ساختار سازمانی به منظور بکارگیری آن سامانه هاست. علاوه بر این ممکن است تولید آن زمان بر باشد، بنابراین باید انواع مؤلفه ها را در کنار هم قرار داد تا یک قرارداد به مرحله اجرا برسد. هر قراردادی که از گذشته با روسیه داشتیم سیر طبیعی خود را طی می‌کند و چیزی مختل نشده است. یعنی چی؟ یعنی هر قراردادی داریم سر جاشه و هیچی هم لغو نشده. حالا داستان اونجا جالب میشه که همزمان با این صحبت‌ها خبرگزاری‌های رسمی کشور هم این ویدیو رو با عنوان خبری در راه است منتشر کردند. حالا اینکه قرار چه چیزی رونمایی بشه به زودی مشخص خواهد شد. همچنان ساعتی پیش فرمانده نیروی زمینی روسیه اولگ سولیوکوف در مذاکرات با فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران گفت جمهوری اسلامی ایران از کشورهای کلیدی خاورمیانه و شریک استراتژیک و راهبردی روسیه است. همینک مسکو و تهران گفتگوهای فشرده سیاسی برای توسعه مناسبات دو جانبه دارند. امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش هم در این دیدار آمادگی این نیرو را برای توسعه همکاری‌های نظامی با نیروهای زمینی روسیه اعلام کرد. حالا با توجه به این مسائلی که خدمتتون عرض کردیم، نظراتتون رو برامون کامنت کنین که چه خبری در راه هست. همزمان با این موارد یه خبرایی هم از پروژه قاهر به گوش میرسه. بنا به گفته منابع مطلع پروژه قاهر در دو ورژن در حال ساخت است. یکی از این ورژن ها هواپیمای بدون سرنشین است که به زودی رونمایی خواهد شد. رئیس سازمان صنایع هوایی با اعلام این خبر گفت ما در این 40 سال یک فرایند پیچیده ای را سپری کرده ایم و در این مدت هیچ پرنده ای در زمینه گلوگاهی فناوری زمینگیر نبوده و تمام پرنده ها تعمیر و اورهال شدند. امیر خواجه فرد افزود تقریبا بعد از جنگ حدود 15 سال بنیاد دانشی محصولات را استخراج کردیم، زیرا برخی از این شرکت های بین المللی به ما سرویس دهی نمی دادند و نمی دهند. از این رو برای ارتقا و ساماندهی این پرنده ها نیازمند استخراج فناوری آنها بودیم و اکنون دانش استخراج شده و با کمک این دانش و فناوری آنها در حال شکل دهی محصولات جدیدی با فناوری های جدیدی هستیم. به شدت منتظر رونمایی از این پروژه هستیم. اون وقت میخوام ببینم اون جماعت چجوری دهنشون رو باز میکنن و در این راستا چه گفتنی هایی دارن. خب حالا بریم یه فیلم ببینیم از اعتراضات تلخ مزدوران در ارتباط با قدرت ایران. هواپیمای بدون سرنشین سپاه از داخل حریم هوایی ایران اونا رو زیر نظر دارن. به محض اینکه این ناوارد آقای بین‌المللی شده، اونجا ما می‌بینیم که قایق‌های تندرو جمهوری اسلامی خیلی نزدیک میشن، از اطراف این ناوها دارن حرکت انجام میدن و هشدارها شروع میشه. قایقات آمریکایی‌ها قوانین عبور بی ضرر رو رعایت میکنن چون نمیخوان خیلی با ایران درگیر بشن، ولی زمانی که این اعلام میکنن ما عبور ترانزیت داریم میکنیم، یعنی نوعی قدرت نمایی. طرف آمریکایی در بی سی داره میگه که ما داریم حق خودمون در عبور ترانزیت از آبهای بین المللی، تنگه بین المللی رو انجام میدیم و هیچ کاری هم با شما نداریم. طرف ایرانی میگه که نه، شما هلیکوپتراتون داره وارد آبهای ایران میشه، اگر این کار رو ادامه بدن یا اگر نزدیک بشن به قایقای ما که احتمالاً در آبهای ایران و همینطور در آبهای بین المللی هستن، ما به سمتشون شلیک میکنیم. طرف آمریکایی بعد از یه مدتی هلیکوپترهای رزمی خودش که هلیکوپترهای کوبرای تهاجمی، هلیکوپترهای شناسایی بلک هاک و بل هستن و فرود میاره روی ناو باتان.
یه نکته ای رو جا داره همینجا بگم. شک نداشته باشین همون جور که انگلیس در 1968 تصمیم به ترک شرق سوئز یا بهتر بگم غرب آسیا گرفت و در سال 1971 با وجود مخالفت شدید کشورهای عربی این تصمیم رو عملیاتی کرد، آمریکا هم چاره‌ای جز رفتن تو همین مسیر نداره. این اخراج حقارتبار رو آمریکا دقیقاً مثل انگلیس چه بخواد چه نخواد باید قبول کنه. سپاه پاسداران میگه که به ناو و بالگرد آمریکایی هشدار داده و گفته که دور بشن. چقدر این میتونه مرتبط باشه با خبری که منتشر شد که محموله نفتی ایران داره در نزدیکی تگزاس تخلیه میشه؟ اون چه که ما الان در خلیج فارس داریم میبینیم تلاش ایران برای بازداشتن آمریکا از هدف قرار دادن نفت ایران هست. بحث مبادله زندانیان هم به همچنین ایرانیان میلیاردها دلار از دارایی‌های محدود خدای خودشون رو در بانک‌های کره جنوبی دریافت می‌کنن و این تلاشی هستش برای تقویت اقتصادشون. تنگه هرمز واقعاً یک شاهرگ حیاتی بسیار مهمی برای تبادل انرژی در جهان هست و ایرانیان همواره و به طور دیرینه به تنگه هرمز به عنوان یک اهرم نگاه کردن، اهرمی که بتونن استفاده ازش بکنن برای تحمیل فشارهای مختلف بر آمریکا. رهبران ایرانی به طور مکرر تاکید میکنند بر اخراج و از بین بردن و محو نفوذ آمریکا در منطقه، مخصوصا طریق اخراج نیروهای آمریکایی از خاورمیانه. گسیل ناو و کشتی جنگی و هواپیما به خلیج فارس و مناطق غرب آسیا هیچ برتری و مزیت دیگه‌ای واسه آمریکا محسوب نخواهد شد. دوران جدیدی شروع شده دوستان که در اون نه فقط قدرت آمریکا کاهش پیدا کرده بلکه کشورهای دیگر قدرتمند شدن. تلاش آمریکا واسه بهره گرفتن از آخرین ابزارهای موجود بیشتر از این که نشانه موضع‌گیری از ناحیه قدرت باشه، بیانگر بن‌بست در تصمیم گیری هست. آمریکا به خوبی میدونه که با 3 تا کشتی جنگی و چند فروند هواپیما هیچ کاری در منطقه از پیش نخواهد برد و با این استعداد هیچ جنگی شروع نخواهد شد. کاخ سفید فقط تلاش میکنه آخرین زور بازوش رو نشون بده. ظهور یه ائتلاف قدرتمند، اونم به رهبری ایران در غرب آسیا که در 400 سال گذشته دست کم بی سابقه بوده، آمریکا رو ناچار به ترک منطقه خواهد کرد. ایران و دوستاش با اعتماد به نفس کامل ابراز قدرت میکنن و آمریکا به خوبی میدونه در برابر این قدرت توان کافی برای مقابله نداره. به همین دلیل داریم میگیم همون جوری که انگلیسی ها اینجا رو ترک کردن، آمریکا هم چنین کاری خواهد کرد. این سرخط، اینم نشون. خب طبیعیه که این اقتدار خیلی ها رو فشاری میکنه و این فشار بالاخره از یه طرفی میزنه بیرون. این تصویر رو ببینین. علی حسین قاضی زاده نوشته این فرد که این شکلی به زارب شاهچراغ حمله میکنه به عضویت سپاه در اومد. ظاهرا بهش گفتن حالا که بدون هماهنگی با ما فضولی کردی و فرد تروریست رو زودتر از زمانی که ما میخواستیم متوقف کردی، باید تشریف بیاری سپاه، یه چند نفر رو بکشی و چند نفر رو هم کور کنی تا فرزانه ازت راضی باشه. این مزدور دوزاری که با تحلیل‌های فضایی خودش کمر فضانوردها رو دونیم کرده، مثلا اگه یادتون بیاد در روزهای اول صادرات شاهد گفته بود که روسیه به شدت از پهپادها ناراضی هست، حالا در تحلیل که چرس کنم خزعبل بافی جدیدش به شیرمرد ایرانی حادثه شاهچراغ حمله کرده. البته وقتی یه معلوم الحال ایشون رو میگم میشه شیر اینها، مشخصه با مردان واقعی روزگار چه برخوردی دارن. مردی که دوزاری که تحلیلات رو عذر میخوام دوستان خر بشنوه بهت میخنده، فرزن عملیات رو نهادهای امنیتی انجام دادن، الان توی درپیتی ناراحتی که تعداد کمتری شهید شدن، انصافاً بگو چقدر گرفتی این توییت رو زدی. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.